سلام خدمت همراهان عزیز بیتفریسک، به یکی دیگه از جلسات آموزشی کانال بیتفریسک خوش اومدین. امروز میخوایم الگوی سر و شانه یا به عبارتی Head and Shoulders رو با هم یاد بگیریم. همونطور که از اسمش مشخصه، الگوی سر و شانه از سه تا گله تشکیل میشه که گله وسطی بلندتر از دوتای دیگه است، که در واقع گله وسطی سر یا به اصطلاح هد و گله های راست و چپ شانه محسوب میشن که اصطلاحا بهشون left shoulder و right shoulder میگن. الگوی سر و شانه یکی از قابل اعتمادترین الگوهای برگشتی تو تحلیل تکنیکال هستش و تو روندهای صعودی ایجاد میشه و نشونگر پایان احتمالی بازار سعودی و گاویه و احتمالا روند پیش رو، روند نزولی و خرسی باشه. خب برای اینکه بهتر متوجه بشیم، مرحله به مرحله شکل گیری این الگو رو با هم بررسی کنیم. شما فرض کنید توی یه روند سعودی هستیم و اگه جلسات پیش رو با ما همراهی کرده باشین، در مورد همه روندها ویدیوهای آموزشی در اختیارتون گذاشتیم و گفتیم که تو روندهای سعودی سقف ها بالاتر از سقف قبلی شکل میگیرن و کف ها هم بالاتر از کف قبلی. پس تو روندهای سعودی هر موقع ترند لاین یا همون خط روند به سمت پایین بشکنه، به نوعی اولین آلرت و هشدار شروع احتمالی یک روند نزولی به صدا در میاد. در مرحله دوم قیمت تا حدودی بالا میاد اما نمیتونه به ارتفاع گله قبلی برسه. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، گله ها و کف ها رو با حروف ABCD اسم گذاری میکنیم تا دقیق تر به ادامه بحث بپردازیم. پس در مرحله دوم قیمت نمیتونه تا ارتفاع گله C صعود کنه و در حوالی همراستا و همتراز با گله اول یا همون گله A متوقف میشه و اسم این گله رو E میذاریم و اصولا حجم معاملات هم در این حرکت صعودی کمتر میشه و سپس قیمت با حجم نسبتا بالایی به سمت پایین حرکت میکنه تا نقطه F و به این ترتیب دومین آلرت و هشدار شروع احتمالی یک روند نزولی به صدا در میاد. و اگر ما خطوط B، D و F رو به هم متصل کنیم، به این ناحیه حمایتی خط گردن یا نکلاین میگن. پس تا الان ما شاهد شکل گیری سه تا گله بودیم که گله وسطی از همه بزرگتر بوده و اصطلاحا بهش سر یا هد میگن و دو تا گله بغلی، شانه چپ و شانه راست، که اصطلاحا بهشون left shoulder و right shoulder میگن. و خطوط B، D و F رو به همدیگه وصل کردیم و خط گردن یا به اصطلاح نکلاین رو ترسیم کردیم که این خط گردن میتونه کاملا افقی باشه یا شیب ملایمی به سمت بالا داشته باشه. اما خب الگوی سر و شانه کی تکمیل میشه؟ الگوی سر و شانه زمانی تکمیل میشه که قیمت با حجم بالا خط گردن یا نکلاین رو به سمت پایین بشکنه و آخرین آلرت و هشدار شروع روند نزولی به صدا در میاد. اصولا شکستن خط گردن به سمت پایین همراه با حجم بالا اتفاق میفته و بعد از شکست خط گردن در اکثر مواقع قیمت سعی میکنه دوباره خودش رو به سمت خط گردن نزدیک کنه، اما بیشتر اوقات نمیتونه تا اندازه خط گردن بالا بیاد. زمانی که الگوی سر و شانه تکمیل میشه، اگه بخوایم ساده ترین روش اندازه گیری رو بیان کنیم که قیمت تا کجا احتمال داره بریزه و تارگت های قیمتیمون کجاها میتونن باشن، میتونیم خیلی ساده ارتفاع گله وسطی که همون سر هستش رو تا خط گردن رو اندازه بگیریم و به همون اندازه از خط گردن به سمت پایین محاسبه کنیم و در حالت بدبینانه قیمت میتونه تا دو برابر ارتفاع سر تا خط گردن به سمت پایین حرکت کنه. پس میتونیم الگوی سر و گردن رو در هر مرحله خلاصه کنیم یا به عبارتی تجزیه کنیم. مرحله 1، وجود یک روند صعودی. مرحله 2، شانه سمت چپ یا left shoulder که اصولا همراه با حجم بالای معاملات شکل میگیره، در واقع همون گله A. مرحله 3، یک حرکت صعودی به سمت بالا که معمولا حجم معاملات نسبتا کمتری نسبت به گله قبل داره، در واقع همون گله C. مرحله 4،
یک حرکت نزولی به سمت پایین و شکستن خط روند صعودی به سمت پایین و همچنین پایین تر از قله A و به این ترتیب میتونیم نکلاین یا همون خط گردن رو ترسیم کنیم. مرحله 5 یک حرکت صعودی اما با حجم بسیار پایین که نمیتونه به اندازه قله C بالا بیاد و میشه گفت در راستای قله A متوقف میشه. به این ترتیب شانه سمت راست یا رایت شولدر هم شکل میگیره. مرحله 6 شکست خط گردن به سمت پایین با حجم بالا و نهایتا مرحله 7 یک حرکت صعودی و اصلاحی جزئی به سمت بالا و نهایتا تا پایین خط گردن و نحوه محاسبه تارگت های قیمتی رو هم با هم به ساده ترین شکل ممکن خدمتتون عرض کردیم. پس برای اینکه بهتر متوجه بشیم بریم روی چارت تا نحوه شکل گیری و عمل کرده این الگوها رو با هم ببینیم. اما قبل از اینکه وارد صفحه چارت بشیم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و برای اینکه از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید چنل رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید. خب بریم سراغ چارت.